سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان. با بخش کارشناسی باز خدمت شما حاضر شدیم با حضور جناب آقای الیاسی عزیز و دوست داشتنیمون که چند شبه در خدمتون هستیم. اجازه بدیم به محضر کارشناس محترممون هم عرض سلام و ادب داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. شما خسته نباشید. شما شما بخیر. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم برنامه‌تون. بزرگوارم. سلامت. قول دادیم دیشب به بینندگان که انشالله امشب با خطبه از سجاد حالا و بیانات ایشان در دفاع از حریم اهل بیت و پیام رسانی واقعه کربلا به قول معروف با هم صحبت بکنیم. بله. بنده به اتفاق بینندگان هم حاضریم که بشنه. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام بعد از این که وارد کوفه شدن در میان مردم در میدان کوفه خطبه رو قرائت کردند که در منابع مختلف این خطبه درج شده. قبل از این که خطبه رو بخوانم یا بخشی از اون رو اشاره بکنم بعد شرایط اجتماعی شهر کوفه در اون زمان رو هم مد نظر بگیریم. اول این که حاکم زمان وقت کوفه ابن زیاد قبل از ورود اسرا دستور داده بود که تمام شهر رو آذین ببندن و اعلام پیروزی بر خارجیان نسبت به دین داشته باشن، یعنی همون فضای مسمومی رو که ما چند شب پیش داشتیم بهش اشاره می کردیم که یک فضای روانی رو دستگاه بنی امیه و ابن زیاد ایجاد کرده بودن در مقابل اهل بیت علیهم السلام، این فضا رو داره ابن زیاد روش موج سواری میکنه. یعنی اهل بیت کسانی هستن که خروج کردن، حالا ما یک پیروزی داریم، در این پیروزی ما میخوایم باقی مانده ای اسیران اینها رو به شما نمایش بدیم. اعلام کرده بود که امروز هیچ کس حق نداره با سلاح از خانه خارج بشه. به نوعی یک حکومت نظامی در شهر ایجاد کرده بود، یک حالت ترس و واهمه. امام سجاد علیه السلام در حال این سخنرانی رو ایجاد کردن که از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نبودن. به هر حال حضرت در یک مریضی سخت، انسانی که مریض شده قوت جسمیش از بین رفته، به قول معروف تحلیل رفته این قوت جسمانی و ایشون جراحات حاصله از اسارت رو دارن، دستان مبارکشون و همچنین به بعضی از نقل‌ها بر گردن مبارکشون قل و زنجیر هست. با این حالت حضرت دارن سخنرانی میکنن، یعنی یک آدمی که آزادانه بیاد بر فراز کرسی بیان قرار بگیره در حضرت وجود نداره. این شرایط بسته، هم مردم هم حاکم هم اون شخصی که داره ایراد سخنرانی میکنه. به هر حال تو دعای مردم بعد از دیدن امام سجاد و کاروان اسرا و تحت تأثیر قرار گرفتن دور حضرت جمع شدن. ثم ان زین العابدین اومع الی الناس انسکتوا فسکتوا فقام قائما فحمد لله. شروع کرد امام سجاد بعد از اینکه مردم رو دعوت به سکوت کرد ایراد خطبه کردن. این خطبه یک مقدمه داره، سه بخش اصلی داره و یک بخش پایانی. مقدمه این خطبه، حالا من خودم امروز وقتی نگاه میکردم گفتم که بد نیست بینندگان محترم ما هم با یکی از خطبه های امام سجاد به این شکل حالا ما آنالیز بکنیم، خطبه را آشنا بشن که حضرت در کوفه چه بیانی داشتن، چرا که مستحضرن بینندگان محترم که این سلاحی است برای رسوا کردن تبلیغات سوء و شوم حاکمین. اینجا امام سجاد در مقدمه خطبه به حمد و ثنای پروردگار پرداختن و درود بر پیامبر اکرم و بعد به معرفی خودشون. این معرفی خودشون به دو شکل بود، معرفی نسب خودشون به امام حسین علیه السلام که من نسبت پدرم چه جایگاهی دارم، بعد بیان پاره ای از ویژگی های پدر بزرگوارشون در رابطه با حادثه کربلا. مثلا فرمودن که من پسر کسی هستم که او رو در کنار دریایی از آب تشنه لب کشتن و به قتل رسوندن، که فرمود که اگر میشناسید من رو که هیچ، اگر نه من خودم رو برای شما بیان بکنم. فرمود انا ابن المذبوح بشت الفرات من غیر ذحل ولا ترات. بعد حالا عباراتی از این دارن، من پسر کسی هستم که حرمت والای او رو شکستن، نعمتهای او رو ربودن،
اموالش رو غارت کردن، خانوادش رو اسیر کردن. اون تبلیغاتی که دستگاه بنی امیه داره، یعنی میخواد اون پیروزی خودش رو شکوه مندانه و غیورانه نشان بده، امام سجاد داره تمام واقعیت ها رو بیان میکنه. به تعبیری هم داره مظلومیت رو میگه، هم مظلومیت قبل بعد، یعنی اون واقعیت هایی که بیان نشده، سانسور شده یا به شما برعکس اعلام کردن. در اوج مقاومت و در زمان طولانی کشته شد. انا ابن من قتل صبرا و کفا بذالک فخرا. این برای من یک افتخار بزرگه. من فرزند مظلومم، نه فرزند ظالم، فرزند شهیدم، فرزند استقامتم، از خانواده اسرا هستم. این یکی که دارن بیان میکنن. و این که پدر من با آسانی تن به ذلت در مقابل دشمن نداد، پس از سرسختی و مقاومت به شهادت رسید. یعنی ایستادگی پدر بزرگوارشون، اون شعار آزادگانی آقا سید الشهدا که فرمود هیهات من الذله، اینجا داره در بیان امام سجاد تعبیر و تفسیر میشه. خیلی جنس معرفی امام سجاد علیه السلام اینجا به جنس کلام حضرت بقیت الله انشاءالله در آینده که ظهور خواهند کرد نزدیک، چون حضرت هم خودشون رو به شرایط مصیبات امام حسین معرفی میکنه. بله. که انا ابنو من فرزند کسی هم که او رو الذی قتل و عطشان و الذی طرح و عریان و بله و اینها. این سری داره توی این نوع بیان، یعنی بایستی مظلومیت امام حسین به رخ کشیده بشه، یا چون مردم امام حسین علیه السلام رو با مظلومیت میشناسند حضرت با این عبارت ها چند تا بیان میشه اینجا داشته باشیم. چون ببینید امام سجاد رو خب میگیم آقا داره خبر میده بله در کربلا چه گذشت و چرا الان ما با این هیبت وارد این شهر شدیم، بله، علی رغم اون ظواهری که حالا حکام وقت چیدمان کرده، ولی حضرت حجت چرا؟ بله ببینید، حالا من چند به ذهنم میرسه که چند تا پاسخ داریم اینجا که ما بدیم. اولا وجود نازنین امام حسین علیه السلام به همین عبارت تشنگی حضرتش فقط بخوایم اشاره بکنیم، البته عبارت های دیگه ای هم در کلام حضرت امام سجاد و کلام حضرت بقیت الله ارواح الفدا وجود داره، اما فقط اگر بخوایم به همین کلام حضرت، یعنی یک بخش، یعنی اونم تشنگی اشاره بکنیم، اینه که اینها از حقی امام رو منع کردن که این حق بین تمام موجودات مشترک بوده. یعنی میخوان ناحیه ظلم رو از جانب ظالم نشون بدن که اگر این ظالمین سر کار بیان شما رو از این حقوق اولیه خودتون منع میکنن. ببینید من یک مثال فقهی بزنم. اسلام میفرماد اگر شما در بیابان بودید، مقداری آب داشتید، مثلا به اندازه همین ظرف آب، همین لیوان، اگر بخواید نماز بخونید باید این آب رو باش وضو بگیرید. اگر با این آب وضو بگیرید آب دیگه ندارید که به مرکب خودتون بدید. اینجا شما وضو گرفتنتون باطله، باید تیمم کنید، این آب که به اندازه مصرف مرکب هست رو به او بدید. چرا؟ چون اون به اندازه شما در این آب حیات حق داره. این آب که فقط برای من نیست، من که نمیتونم آب برای موجودات ببندم، او هم در این ماده الهی حق داره، این حق مشترکه. این از این. بعد امام حسین علیه السلام یه حقی هم به گردن اینها داشت. چرا؟ چون اینها در زمان قحطی که امیرالمومنین اونجا بود براشون دعا کرد، اینها رو حتما حضرت علی بیان کردید. حق دیگر این که فرات مهر مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بعد تازه انسان بود، مسلمان بود. پیغمبر فرمود اکرم الضیف ولو کافرا، مهمان رو گرامی بدارید ولو کافر باشه. اقل پذیرایی چیست یا رسول الله؟ یا آب. از این هم شما مزایقه کردید. و این به نوعی مظلومیت امام حسین علیه السلام رو میرسونه، فریاد مظلومیت و از اون طرف ظلم و خباثت دشمنانشه. حالا من یه اشاره لطیفی اگر اجازه بدین آقای موسوی داشته باشم. ما تا چند سال پیش فکر میکردیم، گاهی مثلا خودم با بعضی از دوستان و اساتید صحبت میکردیم، گفتیم حضرت صاحب العلم که تشریف میارن امام زمان خودشون رو میخوان معرفی بکنن، میگن یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. خب این صدا رو همه میشنون، در سر تا سر عالم تمام انسان ها به لهجه خودشون این صدا رو میشنون، این از قدرت الهی است. حالا میفهمن مثلا بنده که فارسم، من فرزند اون کسی هستم که با لب تشنه کشته شد. این یعنی چی؟
آخه بعضی از اینها اصلا امام زمان رو نمیشناسن. آخ امام زمان تازه میخواد اول باید خودش رو معرفی کنه. معرفی امام زمان اینجوریه که من کیستم؟ من پسر اون کسی هستم که تشنه کشته شد. این چه جایگاهی میتونه پیدا بکنه؟ الان سوال من همین بود دیگه. حالا چرا به امام زمان نمیان بگن که من فرزند کسی ام که سید شباب اهل جنته؟ بله دقیقاً. ببینید این برمیگرده به ذکر مصائب سید الشهدا در عالم و استفاده مردم از این بستر عاطفی که امام حسین ایجاد کرد برای انس با اهل بیت علیهم السلام. در این چند ساله که این واقعه اربعین اتفاق میفته و یک همایش جهانی شیعیان به سمت سید الشهدا هست، این داره کم کم برای ما معنا پیدا میکنه. ببینید تا دو سه سال پیش شبکه های خارجی معانده با شیعیان یا حتی شبکه های مثلا کشورهایی که واهمه دارن از همبستگی شیعیان پرهیز میکردن، سانسور میکردن از نقل خبر، اصلا از اربعین این همایش شیعه اینو سانسور میکردن. اما یکی دو سال اخیر نمیتونن. چرا؟ چون این داره تو عالم پیچیده میشه فراتر از حد کنترل. 30 میلیون یه حرکت عظیمی است که اصلا هیچ سابقه ای نداره. بعد مردم سوال میکنن این جریان چیست، قضیه چیست، این حسینه، مگر این حسین چه اتفاقی افتاده براش؟ یکی از مصیبت های عظیم اینه که اون از اولیات منع کردن، حتی طفل 6 ماهش رو بر اثر تشنگی وقتی به دست گرفت کشتن، ذبح کردن، آبش ندادن. این که میپیچه مردم آشنان با نام حسین آشنان و دلهاشون بر این مصیبت یه مقداری محزون هست. آخه امام حسین، آقای امام زمان که میان میفرمان که من پسر اون آقای هستم که کشته شد. کی؟ حسین. مردم میفهمن این پسر کیست. این به نوعی بعد در عالم زمینه اصلا جانب. ما اعتقادمون اینه که اربعین ان شاء الله مقدمات همبستگی شیعیان عالم و مظلومین عالم برای برکنار زدن ظلم و تمهید برای ظهور حضرت بقیت الله که انشاءالله نزدیک بشه. ما زنده باشیم. بله میریم سراغ بخش اول. پس مقدمه این بود، بخش اول مناظره در حضور خدا. در این قسمت حضرت بعد از حمد و ثنای الهی و معرفی خودشون مردم رو به نوعی به مناشده و مناظره فرا میخونن. چند تا سوال میپرسن. یک، آیا قبول دارید شما برای پدرم نامه نوشتید؟ آیا میپذیرید که با خدعه و نیرنگ با او برخورد کردید؟ آیا اقرار میکنید که با او بیعت کردید و بیعت رو شکستید؟ آیا قبول دارید که عهد و پیمان محکم بر سر اطاعت با او بستید؟ آیا میپذیرید که با آن شکوه و عظمت الهی در چشم مردمان او رو خار جلوه دادید؟ و آخرین سوال این که آیا انکار میکنید که او رو به وضع فجیعی به قتل رسوندید؟ اینجا بود که نقل کردن سکوت سهمگینی تمام این میدانی رو که حضرت صحبت میکرد و ایراد خطبه داشت فرا گرفت. همه از شرمندگی سرشون رو پایین انداخته بودن. چه پاسخی بدن؟ یعنی بله ما بودیم، خود کرده را تدبیر نیست. بعد اینجا حضرت ادامه داد، فرمود پس هرچه بدیست بر شما باد، چه بد ذخیره‌ای برای آخرتتون فرستادید، صاحب چه افکار و عقاید بدی هستید، با چه روی میخواید به دیدار پیغمبرتون برید؟ اگر حضرت از شما سوال بکنه که شما خانواده من رو کشتید چه پاسخی میدید؟ یعنی این تلنگر زدن به اون چیزی که شاید غفلت اونها رو فرا گرفته بود، داشتن برای خودشون توجیه درست میکردن. یه هوشیاری مجددی رو حضرت براشون ایجاد کردن. بله. اگر حضرت سوال کنه که چرا، چه شد که او رو حتک حرمت کردید چه پاسخی میدید؟ اما چون جوابی ندارید حضرت خواهد گفت پس شما از امت من نیستید، شما امت من نیست. سخن که به اینجا رسید نقل کردن که بغض مردم ترکید و همه شروع کردن به گریه کردن. به دیگران، به همدیگه میگفتن که هلاک شدیم، نابود شدیم، مفتزه شدیم، چه بلایی سرمون اومد، چه اشتباهی کردیم. بخش دوم، خواستهای امام. پس اون بخش اول خطبه معرفی است، اون که مقدمه بود. گفتیم سه بخش اصلی داره. تو بخش اول حضرت داره در واقع اینا رو از اون اشتباهی که کردن بعد داره تذکر بهشون میده. بعد از اینکه اینها بیدار شدن و گریه کردن و تازه فهمیدن چه اشتباهی کردن، حضرت خواستهای خودش رو بیان کرد. مردم که منتظر بودن تا امام خواستهای از اونها داشته باشه، حتما حضرت اونها رو دعوت به قیام میکنه، میگه حالا پس شمشیر به دست بگیرید. حالا نه، اصلا حضرت کارم نمی، برخلاف تصورشون حضرت
اول اونا رو ساکت کرد، فرمود مورد رحمت خدا قرار بگیرد که کسی نصایح من رو بپذیرد. خب آقا جون نصیحت چیه؟ فرمود که خدا رحمت کند کسی که توصیه‌های من رو درباره پیامبر اکرم و خاندان مطهرش پذیرا باشد. بدانید و آگاه باشید که رسول خدا بهترین الگو برای همه ماست. در این مردم در این موقع به نشانه مثلا پاسخ مثبت دادن به امام گفتن که ما از شما حمایت میکنیم، آماده جنگ هستیم، هر کی با شما بجنگه با ما جنگیده، ما آماده انتقام خون هستیم، ما پشتیمانیم، گوش به فرمان توییم، حافظ خون شماییم. در این مقابل بعد امام چه اقدامی رو انجام بده؟ خب طبیعی بود ما میگفتیم اینجوری، خب این جوش و خروش امام باید بپذیره، بگه حالا پس همه شمشیر به دست بگیرید و اینها. حضرت فرمود اینجا امام وقتی این عهد شکنی قبلی نسبت به پدر خودشون رو دیدن اینجا پاسخ دادن که میشه بخش سوم خطبه. فرمود که هرگز، کلا و کلا، هرگز محال است بپذیرم ای فریبندگان هیل محور که جز فریب و خدعه خصلتی ندارید. ای کسانی که به خود و رفتار شما بین خودتون و رفتارتون شهوتها و دنیا دوستی فاصله انداخته، میخواهید بلایی را که بر سر پدرم آوردید بر سر من بیاورید؟ هنوز ما از آن چه بر سر پدرم و خانوادش در روز گذشته آوردید مجروحیم. هنوز ما از آن چه بارها بر سر جدم آوردید خونجگریم، یعنی امیرالمومنین. بدانید و آگاه باشید که تنها از شما یک چیز میخواهم، نه برای ما قیام کنید نه علیه ما اقدام. بخش پایانی، حضرت بعضی از این اختشاشگرانی که بین مردم بودند یک سر شعار انتقام انتقام سر می دادند رو امام فرمود که آنچه که از شما کشته شد در مقابل آنچه از ما کشته شد کافی است، پس دیگر جنگی نخواهد بود. حضرت اینجا با بیان اشعاری در روزه جد بزرگوارشون امیرالمومنین، یعنی در مصاحب پدر بزرگوارشون امام حسین، خطبه را به پایان رسوندند. ببینید البته اینجا یه تحلیلی هست، بعضی از کتب تاریخی نقل کردن که خود ابن زیاد افرادی رو فرستاده بود بین مردم تا اینها شعار انتقام سر بدن، تا او تهمانده شیعیانی رو که ممکنه در کوفه به خاطر این اقدام یه مقدار شورش بکنن و بیان و بجنگن، اونها رو هم شناسایی بکنه و دستگیر کنه. به نوعی باز امام اینجا هم جان اونها رو نجات داد، هم این کوتاهی و سستی رو سر اونها کوبید دوباره که شما چنین کردید، ما هنوز داغدار دیروزیم، باز میگید آقا میخوایم شما رو کمک کنیم، پس اون 18 هزار بیعتی که با پدرم کردید چه شد؟ اونها رو به نوعی دروغگو و حالا بیوفا بگونه. در واقع اینجا امام سجاد هم دستگاه رو مفتضح کرد نسبت به اون ظلم و تمام اون خباستی که در کربلا به کار برده بودن، اونها رو رسون که چی شد در کربلا، با چند جمله مردم فهمیدن کربلا چه خبره، بعد اینها رو بیدار کرد و به نوعی باز جان اینها رو نجات داد. ببینید امام الامام الوالد و شفیق، بازم اون شیعیان اندکی که ولو مهر اینها ممکنه از نسل اینها اولادی باشن که چنین هم بودن، خود امام سجاد میگه پدرم در کربلا دیدم که نیزه‌ای رو آورد به کسی بزنه اما نیزه‌اش رو کشید، بعدن که علم امامت به من منتقل شد او شخص رو دیدم، فهمیدم که در نسل او از محبین ما قرار داشته که پدرم او رو نکشته. یعنی بازم امام سجاد نسبت به همین حال خموده و همین حال از بین رفته مردم کوفه ترحم داره تا بعدن از اینها افرادی به وجود بیان که جامعه شیعه رو نجات بده. همین میشه که مدرسه حدیثی کوفه بعدها چه خدماتی رو به جامعه تشیع میکنه و از همین کوفه است که ابو بصیرها و زرارها و نمیدونم هشامها، هشام ابن حکم، هشام سالب به وجود میان. حالا این بخش بود، حالا فکر میکنم به همین اندازه توضیحش کنم. جنس کلام حضرت توی حالا مثلا خطبه کوفه با خطبه شام فرق میکنه؟ بله، حالا اگر بخوایم خطبه شام رو تحلیل بکنیم، حالا در حد همین سوالم چون وقتمون هم تمومه. بله، اینها مردمی هستن که امام حسین رو میشناسن، غریبه نیستن، اینها باید توبیخ بشن. بله، محل زندگی امام حسین علیه السلام، پدرشون امیرالمومنین اینجا بوده، اینها
ده سال منتظر امام حسن بودن که بعد از اون کوتاهی که کردن و معاویه کارو دست گرفت، اینا آرزوشون بود که امام حسن برگرده دوباره. به امام حسن نامه می نوشتن، حضرت قبول نمی کرد. بعد از شهادت امام حسن به امام حسین نامه نوشتن که آقا شما بیایید، باز حضرت نپذیرفت. تا 10 سال گذشت معاویه به درک واصل شد. بعد دوباره به امام دیدن حضرت از مدینه حرکت کرد، آمد در مکه. اونجا میشناسن اهل بیت رو. تعبیر فرزدق این بود که قلوبهم معک، دلهاشون با شماست، اما شامی ها دلهاشون هم با اهل بیت نیست. اصلا بذر محبت رو اونجا باید امام بکاره. تازه در شام خطبه میشه معرفی که مردم بشناسن اصلا اینا کیا هستن. امام سجاد داره روزه میخونه برای اینها. شما ببینید چه کردید با ما. کوتاهی شما باعث شد ما به اینجا بکشیده بشیم، کوتاهی شما باعث شد که ما اسیر بشیم، پدرم سرش بالای نیزه بره. در واقع اینجا توبیخه، اونجا معرفیه. جنس خطبه فکر میکنم اینجوری با هم میشه تحلیل بشه. حالا اگر بریم تو خطبه شام، که البته این جلسه فرصت نیست، اگر قسمت شد جلسه دیگر. اونجا باز فراز به فراز و گزاره به گزاره میتونیم تحلیل بکنیم انشاءالله. بسیار ممنونم، خیلی لطف کردید، خدایتون خیر بده. انشاءالله که از سجاد علیه السلام هم شما رو مورد لطف و عنایت بدهای شما متشکرم. همچنین از شما مردم هم کمال تشکر دارم. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو خدمت گذار شما هستیم.